ما تو سازمان بودجه انقلاب اسلامی اول بودیم، وقتی که با مشکلات مواجه شدیم و جریان سدبه تی هاشمی و دار دسته خط سه اصفهان رو و ایجاد تفرقه و اختلافی که اینا میکردن و شیطنتایی که میکردن رو مطلع شدیم، همون زمان من سال مثلا 61-62 ما ماجراهای داخل سازمان رو به بعضی از شخصیت ها و علما و مسئولین منتقل میکردیم که چه وضعیتی بوده، داستان چیه، ریشه هاش چیه. یکی از مسائلی رو که بهش میپرداختیم این بود که ما فرق قائل بودیم بین آقای منتظری و اطرافیان آقای منتظری، و اطرافیان آقای منتظری رو بخشیشون رو آدم های خطرناک میدانستیم و شواهد و قرائن رو مطرح میکردیم. این خط سه و تا طایفه سدبیتی هاشمی ضد حضرت آیت الله بهشتی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن اون زمان و آقای هاشمی بودن، مخالف بودن. در همان زمان که ما خدمت آقای هاشمی رفتیم که ایشون رئیس مجلس بودند و مطالب منعکس کردیم، ایشون در اون جلسه به ما گفتش که شما مراقب باشید آتش بیار معرکه نشید. البته حرف ما رو نقل نمی کردن، نف نمی کردن، نقل نمی کردن. همین گزارش ما اون زمان به مقام معظم رهبری دادیم و ایشون بزرگ شما پسندیدن مشی و مرام ما رو و تشویق کردن ما رو، و البته به خدمت بزرگان دیگه هم رفتیم. بعضی ها عمق انحراف و خطر سدبیتی هاشمی رو می دانستن ولی حاضر نبودن با اون تقابل کنند و برخورد کنند. بعضی ها نه، محکم موضع می گرفتن، روشن موازیش رو مطرح می کردن، از جمله مقام معظم رهبری در اون زمان. تفاوت ها این بود. بعضی ها نمی دانستن، خب نمی دونن، یه عذری دارن. اونایی که می دانستن و سکوت رو انتخاب می کردن قابل تأمله که چرا سکوت رو انتخاب می کردن.